محمود قربانی به من میگن چرا همش از گوگوش میگی؟ دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریشو لطفاً فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. آقای محمود قربانی همسر سابق خانم گوگوش با منتشر کردن صحبت‌های جدیدی گفتن مردم همش به من پیام میدن و میگن شما چرا همش از خانم گوگوش میگی؟ ولکن گوگوش چرا نیستی؟ من هم در پاسخ به این عزیزان باید بگم که من علاوه بر این که همسر سابق گوگوش بودم، بلکه مروج و تشویق کننده گوگوش هم بودم. کسی بودم که گوگوش رو به اینجا رسوند، کسی بودم که باعث مشهوریت و معروفیت گوگوش شد. حالا چرا نباید ازش هیچی بگم؟ گوگوش در مصاحبهش منو شکست، در مورد من قدر نشناسی کرد، با زندگی من بازی کرد، با احساسات من بازی کرد. من واقعا همیشه عاشق گوگوش بودم و حتی قبل از این مصاحبه گوگوش با هما سرشارم با چه عشقی راجع به گوگوش صحبت کردم. برای گوگوش چه برنامه های بزرگی داشتم که متاسفانه گوگوش همشو نادیده گرفت. گوگوش همیشه سعی میکرد منو به نوعی سرکوب کنه، سعی میکرد منو نادیده بگیره، عشقمو نسبت به خودش، تمام زحماتمو نسبت به خودش، همه برنامه هایی که براش چیده بودمو نادیده گرفت. رها اعتمادی و امثال رها اعتمادی نبودن که گوگوش رو به این جایگاه رسوندن، بلکه در درجه اول کسی که برای گوگوش وقت گذاشت، سرمایه گذاری کرد، گوگوش رو ازش یه اسطوره ساخت، من محمود قربانی بودم. گوگوش قبل از اینکه من اون رو به دنیای خوانندگی معرفی کنم با پدرش معمولاً به صورت دوره‌گردی در عروسی‌ها و مهمانی‌ها برنامه اجرا می‌کردند. اصلاً در قالب یک خواننده رسمی نبود. من بودم که اون رو به عرصه خوانندگی وارد کردم. گوگوش بدون من و بدون حمایت‌های مالی و معنوی من شاید یه هنرمند درجه چند بود که خب الان نمیتونست کنسرت های بزرگ برگزار بکنه، نه انقدر معروف و مشهور بود و نه محبوب. ولی الان گوگوش تبدیل شده به یه اسطوره بزرگ که حتی الان برای من محمود قربانی هم تاخچه بالا میذاره. متاسفم که اینطوری شد، متاسفم که من به هر کی محبت کردم همه قدر نشناسی کردن، جز یه اسطوره بی تکرار بزرگ که واقعا طلا و جواهر در برابر این بانوی هنرمند هیچ ارزشی نداشت و نداره. زنده یاد بانو هایده عزیزم، واقعا اسطوره بی تکرار موسیقی کشورمون بود. وقتی میخوند همه با صداش عشق میکردن. خیلی از آدم‌هایی که مغرور بودند وقتی هایده می‌خوند مثل بچه گریه می‌کردند. هایده خودش با صفا بود، هایده با مرام بود. هر وقت با من تماس می‌گرفت به من می‌گفت محمود موفقیتم رو بعد خدا مدیون تو هستم، اگه تو نبودی معلوم نبود که من اصلا خواننده می‌شدم یا نه، تو باعث شدی که من ستاره بشم و منم قدر تو رو میدونم و اول تا آخر عمرم برات دعای خیر میکنم. هایده همیشه به من میگفت محمود صفا تو خیلی با مرامی. ولی خب متاسفانه چه حیف که این بانوی هنرمند زود از بینمون رفت. آدمی مثل هایده و من هستی دیگه تکرار نمیشه. آدم های با وفا، با فهم و شور، با کمالات، واقعا به معنای واقعی اسطوره. لیلا رو، شهره رو، گوگوش رو، بسیاری از هنرمندان دیگری رو هم در بین مردان حتی مثل شهرام شاپره و ابی رو من پروموتشون کردم، من مشهورشون کردم. اما حداقل شهرام شاپره مرده و قدرمو میدونه و قدر نشناسی نکرده. اما بقیه چی؟ تا
ها میتونستند ازم یه تشکر خشک و خالی که نکردند باعث شدن که از پشت به من خنجر بزنن. هر جا نشستن راجع به من بد و بیرا گفتن. نمونش گوگوش که عشق زندگی من بود. اومده نشسته تو برنامه هما سرشار میگه محمود قربانی فکر میکردم یه آدم دیگه است. اشتباه زندگیم بود که مجبور شدم به عنوان اولین مردی که به این پیشنهاد ازدواج داد باهاش ازدواج بکنم. آخه واقعا چی میتونم من به گوگوش بگم؟ گوگوش قبل از اینکه با من محمود قربانی ازدواج بکنه قرار بود با رئیس تئاتر اون زمان که یه مرد سن و سالدار بود فرار بکنه و باش ازدواج بکنه برای رهایی از زندگی با خانوادش. متاسفم که الان میاد این چرت و پرتا رو راجع به من میگه. منی که واقعا عاشقش بودم براش از کجاها که منیجر آوردم از فرانسه ایتالیا گوگوش رو بزرگش کردم. گوگوش متاسفانه قدر منو ندونست، قدر زندگیمونو بچه‌مونو ندونست و همیشه سعی کرد من رو سرکوب کنه. اما خدا رو شکر باید بگم که من با این حرفای گوگوش خسته نمیشم، با شخصیتم بازی نمیشه، چون اونایی که میدونن من برای گوگوش چی کار کردم میدونن. متاسفم که گوگوش به جایی رسیده که نون خورد و نمکتون میشکنه، ولی خب عیبی نداره. من محمود قربانیم، خدایی دارم. اگه مردم میگن چرا از گوگوش میگی، باید بهشون بگم این سهم منه، حق منه، باید از حقم و زحماتی که برای گوگوش کشیدم دفاع بکنم. خیلی ها نمیدونن که من برای این خانم چیکار کردم. خیلی ها فکر میکنن که گوگوش به تنهایی خودش به این جایگاه رسیده. نه، اصلا اینطور نیست. من بودم که گوگوش رو به این جایگاه رسوندم. الان میاد میگه که من نمیدونم از بهروز درس زندگی یاد گرفتم، بهم کمک کرد، رها بهم کمک کرد. والا اون موقع اینا کدوم گوری بودن گوگوش؟ بگو دیگه، بگو من چیکارا برات کردم، بگو با خودت چیکار کردی، زندگی تو نابود کردی. الان میتونستی در سطح بین الملل یه ستاره واقعا پر افتخار باشی برای مردم کل دنیا، نه فقط فارسی زبونها. متاسفم برای این همه قدر نشناسید. دوستان عزیز، اینم صحبت های آقای محمود قربانی در خصوص خانم گوگوش و قدر نشناسیش بود. لطفا نظراتتون رو راجع به آقای محمود قربانی و صحبتاش در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و حتما در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید و وارد کانالمون بشید و ویدیوهامون رو ببینید و لایک کنید و کامنت بذارید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش هم لطفا فشار بدید. ممنون که با ما همراه بودید. حتما از قند و شکنهای پولی با سرور استرالیا هم استفاده بکنید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روزتون خوش.